دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده جنجالی ارگنکون روز یکشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در ترکیه برگزار و احکام آن صادر شد. این دادگاه ایلکر باشبو، یکی از فرماندهان پیشین ارتش ترکیه را به اتهام توطئه و تلاش برای براندازی به حبس ابد محکوم کرده است. این دادگاه شکاف بین گروه‌های لایک و طرفدار دولت اسلامگرای اردوغان را بیش از گذشته پررنگ ساخته است. جلال اولگن، وکیل مدافع، میگوید که این حکم چندان عجیب نیست و از درگیری‌های عمیق موجود در قوه قضاییه ترکیه حکایت دارد. مخالفان دولت ترکیه حکم این دادگاه را در راستای سیاست‌های حزب اسلامگرای حاکم برای مبارزه با سکولارها و کاهش نقش ارتش در صحنه سیاسی کشور می‌دانند. در مقابل، سخنگوی دولت در دفاع از حکم صادره دادگاه می‌گوید این واقعیت نظام قضایی است که هیچ کسی امتیازی در ارتکاب جرم ندارد. دادگاه به نوبه خود بهترین تصمیم را گرفته و مراحل بعدی را خواهیم دید. همزمان با اعلام احکام صادره، کمی دورتر از دادگاه مخالفان تجمع کرده و به سر دادن شعارهایی در محکومیت حکم دادگاه و دفاع از متهمان پرداختند. در جریان این اعتراضات، تنش بین مخالفان و نیروهای امنیتی بالا گرفت و طی آن چند تن زخمی شدند. پلیس! اورا کسیز گچ